موقعیتی که قبلا داشت. انشاءالله که تجربه ای بشه برای شخصی مثل بنده و تمام افراد دنیا. خیلی خوب استاد. من دهی که شما دهی مدتی که گفته شما زیادتر منزل بودین و با چی کارا مصروف بودین، از نظر شما الحمدلله شاعرام هستین و کارهای دیگه هم دارین، در این قسمت چی کارا انجام یافته و در کجا هست؟ در این قسمت کارهای شما کمی با ما بگوین در این مورد. بله خدمت شما میتونم که ما جناب محمدی، حالا شاعر که البته خدا من با شاعران میانه خوبی نداره، اینه ما میدونیم. کسیم که ادعا میکنه که نه باید بره سوره شعرا رو بخونه، ولی خب ما سعی میکنیم که انشالله چیزهایی رو بگیم که تخیلات نباشه، چون همونجور که میدونید قرآن میگه شاعران همش تخیل میکنن چیزهایی رو که میگن خودشون انجام نمیدن این مسائل. ولی خب بنده اولش اگر بخواید در حقیقت بنده شعر میگفتن. بله. من که آقای دکتر علی عطایی رو که میشناسین، که بنده میشناسمشون، یک روز اومدن دو تا پروگرام مختلف در تلویزیون داشتیم، بنده تو شعر بودم، شب شعر و سخن بودم، ایشون در کتاب انجیل بود. آمدن کردن ما رو مشاور خودشون، بعد باعث شد که ما هم تو این راه قرار گرفتیم. الحمدلله الان حدود تقریبا میشه گفت 10-12 ساله که بنده هم باعث شد که دنبال این کار برم تحقیق کنم. ولی در اصل مهمش من واقعا شعر میگفتم. تنها چیزی که برای من خوب شد در این موقعیت و مدت این بود که در خونه توانستم اشعار زیادی رو بگم و خدمت شما عرض کنم که اکثرا هم راجع به مسائل روز در اومد، یعنی راجع به این کرونا و که چرا مثلا این امراض هست، مردم باید چیکار کنن و این مسائلی که فکر کنم حدود تقریبا 35 شعر مختلف رو من تونستم در عرض این سر عالی. حالا میخواییم که شما با انتخاب خود یک چیزی برای بینده های ما هم توفیه دارین استاد محترم، ببینیم که اجازه بدید من انتخاب خودتان میخواییم. من اگه شما وقت داشته باشین دو تا شعر براتون دارم. بفرماییم بفرماییم، برنامه از شماست، بفرماییم. بله خواهش میکنم. یک دو تا شعره، یکیش راجع این که بشر در اصلاح جهان در پرانتز کرونا. خدمت شما عرض کنم که خب ما همونجور که میگم ما ادعای زیادی داریم، بشر همیشه مدعیه، همیشه ادعا میکنه که بهترین است و هر کس هم خودش از دیگران بهتر میدونه. برای همین خدمت شما عرض کنم که من بر این آمدم که خب این ما که این همه ادعا میکنیم، خب الان کرونا آمده، چجوری میخوایم اینو اصلاح کنیم، این مسئله چجوری؟ قبل از اینکه به اون برم یه توضیح بهتون بدم که همه ما هم به اون آگاهیم، موقعی که این مسئله کرونا پیش اومد و اکثر این بیزینس ها بسته شدن، یکیش باربرشاپ بود. باربرشاپ که خانم ها میتونستن موها رو درست کنن، نه آقایون. خب اینو من نمیدونم، ما ایرانی ها به این میگیم اصلاح سر. حالا نمیدونم که خواهران و برادران افغان هم همینو میگن، میگن باید بری سر رو اصلاح کنی، یعنی کوتاه کنی. بعد اینو من برام یک چیز در اومد وقتی در این من شنیدم که جایی نیست که مردم سرشون اصلاح کنن، یک شعری گفتم به اسم بشر در اصلاح جهان. بشه اگه اجازه بدیم من اینو میخونم، بعد یک روایتی هم دارم که در حال خود منه، به حال بنده میخوره، اونم بعدا براتون میشاره. بفرمایید. این البته میگم مخاطب خود بنده هم، خواهران و برادران عزیز، انشالله که یک بالاخره یک گوشه ای از این شعر یه بیتی به یکی تأثیری بگذاره و انشالله ما به نتیجه برسیم. میگه که سوالیه، میگه برانی جهان را تو اصلاح کنی؟ انسان میگه کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ کنون که تمام جهان در غم است، نه مکتب نه کاری نقابت کم است، خیابان همه چون بیابان شده، ز ماشین و انسان اوریان شده، به کوچه نبینی دگر کودکی که مشغول بازی با کودکی، نه فامیل توانی دید و نه دوست، نه فامیل توانی دید و نه دوست، وگر هم ببینی رخش بسته دوست، نه سرفه توانی در این روزگار، اگر عطسه از تو همه الفرار. پسر از
پدر ترس و وحشت کند، ز ترسش نمازی ز وحشت کند. تو گفتی جهان را تو اصلاح کنی، کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ هوای برون تازه یا که درون، نفس در کجا میکشی پهلمون؟ تو گفتی زمین خرد و ما سوی ما، سفینه رها روز و شب در فضا. تو گفتی که ما در ساینس و علوم، همه نخبه بر کهکشان و نجوم. ستاره نباشد ز اختر جدا، ستاره نباشد ز اختر جدا، ولی تو ز همسر سمتری جدا. چه شد آن منم گویی و ماییت، کجا رفت زرنگی و گستاخیت؟ تو گفتی جهان را تو اصلاح کنی، کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ تو بودی که دائم به خود مفتخر، کنون حال بهتر به گاو و به خر. چرا که به صحرا کنار همند، قضا هست با یکدیگر میچرند. تو گفتی تویی پادشاه زمین، تو گفتی بزرگی و مکنت تو راست، رباخاری رشوه بر تو رواست. تو بودی که چشمت به مال یتیم، نه رحمی اسیر و فقیر و ندیم. تو گفتی بزرگی به تخت و شکوه، چه فرقی اگر مردمان زرد رو؟ تو گفتی جهان را تو اصلاح کنی، کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ بزرگی به عزت به همت بود، نه بر تاج و تخت و به مکنت بود. کنون میکروبی کوچک و خرد و ریز، تو را کرده همچون پشیزی مویز. به خاطر بیاور تو نمرود را، به خاطر بیاور تو نمرود را، نه لشکر نه مالش بر او سود را. شبی که به بستر بخفته بود، شبی که به بستر بخفته همه، به دیدار او نیمه شب یک بشه. بنانی جهان را تو اصلاح کنی، کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ بیا از کرونا تو عبرت بگیر، بیا از کرونا تو عبرت بگیر، وگرنه تو عمری به خانه اسیر. بدی و شرارت فراموش کن، چراغ طمع را تو خاموش کن. خدا ناظر کار ماست ای رفیق، همه امر او بر حساب و دقیق. کرونا و بعد درس عبرت به ما، که هر دم تو باشی به یاد خدا. خدایی که از قوم لوط و زنش، به تورات قرآن کند سرزنش. اگر ترس و وحشت جهان را گرفت، اگر ترس و وحشت جهان را گرفت، از آن بود که فحشا زمان را گرفت. تو گفتی جهان را تو اصلاح کنی، کجا موی خود را تو اصلاح کنی؟ جهان ناظر این امور بوده است، هر آن که ندیده است کور بوده است. بیا صبح فردا بکن توبه ای، بیا صبح فردا بکن توبه ای. نباید تو را بر خدا شبهه ای، که او ناظر و شاهد کار ماست. یقین کن که روزی قیامت به پاست. واه واه والا استاد، خدا خیرتان بده. واقعا این شعر چقدر مقبول رقم یک تمثیل شده، هم شرایط زنده برای ما شما تمثیل کردین و هم نقاط بسیار اساس شد تماس گرفتین. مثل همیش کارهایتان زیباست و هم یکی از شکارهای کرونا نامشه میمانه. انشاءالله استاد محترم بسیار تشکر. واقعا که این نمونه کارهایی است که کردین، خدا هم چه کارهای دیگه است که انشاءالله می استاد شما میشنیم. استاد محترم دیگه قصه دیگه است که در این شرایطی که از دلا تنگ است و همگی در خانه ها در همه جای گفته شما در حالت قرنطینه است، و در اینجا من یک تکس دارم از دکتر صاحب جان مجاهدی که ما خوشحال هستم که صدایشان رو میشنم. برزی که یک اکسیدنت بسیار خراب، یک تصادم موتر کردن و فضل خدا موتر اگه سعی کنین فکر میکنین که از این کس باید زنده نبره، اما معجزه شده دکتر صاحب دوباره فضل خدا سر پای استاد هستن.
اون امیره برای شما سلام گفته و میگه من خوشحال هستم که شما را در پرده تلویزیون بعد از مدت میبینم، براتون سلام عرض کرده و ما هم برشان سلام عرض میکنم. الهی شکر که این خطر از سر شما گذشت و انشالله که در آینده صحت و سلامت و متوجه درایو خود کل ما باشیم. بر ما یک زنگ خطر است. دیگه استاد مجیدی هم برای شما سلام گفتن. استاد محترم، شما خو اهل ادب هستین، اهل شعر هستین و در این زمان سو پروگرام هایی که داشتین شما، سر از این پروگرام هم چیز کار کردین یا چیزایی دارین برای زی که انشالله اگه دوباره کدام وقت بخواییم پس دوباره بیاین پروگرام هایتان اثر بگیرین با دکتر سبتایی یا تنایی، چیز آمادگی در این خدمت دارین؟ فکر میکنین ما امیدوار باشیم دوباره بر بگردین؟ بله، برای مورد هم من اتفاقا یک مقالاتی می نویسم، تحقیقاتی می کنم. فکر کنم که برای شما هم چند تاش نمونهش فرستادم. بله بله. اسامی پیامبران در کتاب های مقدس و قرآن چه اسامی، چه معنایی داره. بعد آیا حضرت عیسی چرا از نظر یهودی ها پذیرفته نشد و مسائل دیگه و شناخت حضرت عیسی. من اونها هم اتفاقا کار می کنم، چون ولی خب اونها واقعا زحمت میخواد، چون شما باید به سایت های مختلف رجوع کنید، به کتاب های مختلف رجوع کنید و سعی کنید چیزایی رو که جمع‌آوری میشه صحه داشته باشه، چون نمیخواید شما چیزی رو بگین که خدای نکرده چون ما مسلمان هستیم خدای نکرده چیزی به یهودیت گفته بشه یا به مسیحیت. نه، هدف ما این نیست. اون موقع هم که بنده و آقای دکتر تو این برنامه‌های مختلف این برنامه رو اجرا می‌کردیم، هیچ وقت بر این نبودیم که مسیحیت رو بخوایم بکوبیم یا یهودیت یا ادیان دیگر رو. البته به نظر من ادیان وجود نداره. من هم نمیدونم چرا اینو تکرار میکنم. ما فقط یه دین داریم، اونم دین اسلام. قرآن کریم میگوید دین خدا یکیست. سوره شورا آیه 13 میفرماید که هر آنچه که به حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی شد به تو هم داده شد. یعنی دین خدا یکیه، خدا نمیاد دینای مختلف برای مردم. ولی منظور این که ما قصد توهین به کسی نداریم. چیزهایی هستن که در تورات و انجیل هنوز با قرآن مطابقت داره. ما نمیتونیم بگیم تمام این کتابا تعلیم شده، ولی خیلی ها شده. خود قرآن هم بعضی‌ها تایید میکنه. بله، ولی برای جواب سوال شما عزیز، بله من اونام کار میکنم انشالله. من والا خدمت شما عرض کنم که الان که دارم با شما صحبت میکنم، بعد از یک سال و نیمه که در تلویزیون ظاهر شدم، انشالله بعضی از دوستان بنده را نبینن، چون اگر ببینن میگن که باور کنید من اولین باریه که من به خاطر شما برادر عزیز ارادتی که به دکتر ارشد ارشاد دارم دیگه نتونستم بگم نه امروز و اومدم به خدمت شما هستم. بله. و انشاءالله سعی میکنم که در آتیه نزدیک، چون خودم هم دلم تنگ شده برای به خصوص شنوندگان عزیز، کسایی که من خیلی تلفن میکردم صحبت میکردیم، انشاءالله اگه خداوند بخواد میایم حتما در خدمت خواهیم. زنده باشین، سلامت باشین استاد. حالا شما پیشتر ما شنیدم حافظه ما خوب است گفتیم، دو شعر برای شما دارم. حالا میریم یک شعر دیگه، با یه شعر دیگه شما توجه میکنیم که استاد باز برای ما چی دارن، چی تحفه دارن. این پروگرام مربوط شماست و شما مهمان از این برنامه هستین، هر چی گفتنی که دارین الحمدلله پیش برید. خدمت شما عرض کنم که جناب ما اومدیم اونقسم که از برنامه شما استفاده کنیم، ولی خب چش خدمت شما عرض کنم یک داستانی است، این حکایتی است، انشالله که یک درسی از این ما بگیره. اون هم به خاطر خود من میگم مسلمانی ماست. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که خیلی مسلمانی، یعنی واقعا دیگه همه چی رو میدانیم و همه کارم انجام میدیم، ولی موقعی که موقع عمل پیش میاد، موقعی که عمل پیش میاد، خیلی ما مرد عمل نیستیم. حالا این یک حکایتی است، من اینو به صورت شعر کردم. این حکایت هم اسمش هست جوان، چاقو و مسجد. چاقو همون کارده. جوان. آره، یک داستانی است که من فقط ابتداش میگم، بقیه‌اش رو براتون به شعر میگم. میگن که در یک روز که در یک مسجدی مردم نشسته بودن عبادت میکردن، یک جوانی وارد شد با یک کارد بزرگ آشپزخانه. بقیه‌اش رو دیگه تو شعر میشنم. بفرمایید. میگه روزی به مسجد و جماعت مشغول سخن بعد عبادت، آمد به درون یک جوانی، در دست چپش
کارد کلامی. پرسید ز تمامی جوانان در جمع شما کسی مسلمان؟ یک لحظه سکوت و ترس بی حد در مسجد و چهره جماعت. تا کارد دست این جوان دیدن همه ساکت ترسیدن. پرسید دوباره مرد اخمو، پس غیرت و مذهب شما کو؟ برخاست به پا پیرمردی، برخاست به پا پیرمردی با موی سفید و روی زردی. گفتا به جوان منم مسلمان، گو کار خودت منم به فرمان. آن مرد بگفت به پیر فرتوت، کاریست که فقط به بنده مربوط. برخیز و بیا به خارج در، باید برویم به خارج شهر. رفتن به در و به سمت بیرون، مردم همگی مات و حیرون. در راه جوان بگفت به آن مرد، آن رنگ رخت پریده و زرد. گفتا به جوان نترسم از تو، پیریز به رخ نترس از تو. برگو به کجا تو میبری من، اکنون تو بگو چه خواهی از من. گفتا که جوان مرد مسلمان، ای مرد خدا و مرد ایمان، بنگر به کنار آن خیابان بر جمع کثیر گوسفندان. خواهم که برم ز جملگی سر، دنبال مددکارم و یاور. این شخص بیچاره قربانی کنه دنبال کمک میکنه. درست. خواهم که برم ز جملگی سر، دنبال مددکارم و یاور. چون مردم گشنه‌ای در این شهر، بر شام شبی نشسته بر در. خواهی که دهی به دست من دست، تا زهپ کنیم این رمه یک دست؟ آن پیر بگفت اگر چنین است، صد بار دهم به دست تو دست. آن مرد جوان و پیر بر کار، تعداد زیادی گله بردار. تا وقت غروب به زهپ مشغول، پیر گفت به جوان مرا تو معذول. برخیز و برو تو بار دیگر، از مسجد ما کمک بیاور. من خسته شدم نمیتوانم، افتاده فشار به زانوانم. آن مرد جوان گفت پدر جان، بنشین تو به گوشه خیابان. برگشت به سوی مسجد شهر، تا سخن کند به شخص دیگر. چون گشت جوان داخل آنجا، خون بر سر و صورت و سراپا. از دست چپش و کارد خونی، میریخت مدام قطر خون. پرسید جوان ز جمع آنان، هست نزد شما دگر مسلمان؟ با خود همه گفتن ای خدایا، کشته حسنی کت خدا را. از ترس به گوشه‌ای خزیده، انگار همه عقربی گزیده. پرسید دوباره مرد اخمو، پس غیرت و مذهب شما کو؟ آنها، اینجا رو توجه کنید، این درس عبرت این شعر. آنها همگی به سر اشاره، با سر اشاره بر سمت امام آن اماره، به طرف امام مسجد همه اشاره کردن که مسلمان اونه. گفتا به امام جوان اخمو، پس جرأت حضرت شما کو؟ تو چگونه مسلم و امامی؟ از دهان تو نشد کلامی. امام گفت گفتا به جوان به نام عیسی در مسجد. گفتا به جوان به نام عیسی، من عیسویم قسم به موسی. از زور و فشار و هم نیازم، اینجا دو روز پیش نمازم. این عصر و زمانه ای عطایی، در راه خدا تو در کجایی؟ این هم یه برای
دوستان، خواهران، برادران عزیز، انشاءالله که واقعا همه ما مسلمان واقعی باشیم. در این روزهاست که انسان باید واقعا متوجه باشه که خدا چیه، دین چیه، برادر مسلمان، خواهر مسلمان، حتی کسانی که در دین ما نیستن. واقعا همین روزهاست که من تعجب میکنم که هنوز میبینم گاهی اوقات بعضی از مراکز، مساجد، مثلا حتی تلویزیون به این بسیار خوبی ایمان، هنوز مردم کمکاشون رو نمیکنن به اون صورت. باور کنید حتی در این بهبوه، خب این مثلا الان که هر کسی فکر خودش در قرنطینه است، شما برادر عزیز وقت میذارید به قول معروف این همه مطالب براشون تهیه میکنید، اجرا میکنید، یا مدیر تلویزیون، واقعا مردم باید همت کنن، جوری نباشه که هر دفعه از مردم خدمت شما عرض کنم که اعلان بشه کمک بکنه. و متاسفانه این سیلی هم که در افغانستان اومد چند وقت پیش، این هم باز بر تمام به قول معروف اضافه شد. و من واقعا خوشبختم که دیدم برادر عزیز من ترین بیان در تلویزیون داشتن فان ریزینگ میکردن در این مورد. ترین بیان البته همیشه من دعاگوش هستم، بسیار جوان خوبی است، خیلی کمک‌های زیادی میکنه، مخصوصا در این Children of War که مؤسسه ایست بسیار خوب. من تا جایی که میتونم باش همکاری دارم، خدا قبول کنه انشالله، ولی بسیار زحمت کشه. من ترین رو خیلی دوست دارم، همینجور بقیه افرادی که مؤسسه پناه، تمام اونایی که واقعا بر این هستن که کمک واقعی کنن. و چه بهتر از این که کمک به کسی بره که احتیاج به کمک. چه کسی از این بچه های یتیم، بچه های جنگ زده، یا این سیل زده ها، یا اینا که خونه بالای سرشون نیست، مهمتر که انسان به اونا کمک کنه. یقینا استاد، هدف از تلویزیون داری همی است که ما شما خدمت مردم باشیم. ما شرایط خاصی که آمده، مسئولیت های ما زیادتر شده. گفته شما از یک طرف خانه هستیم، اما از طرف دیگه وقت زیاد داریم و ما مطمئن هستیم کل از این وقت ما با خود صرف نمیکنیم. اگه بخواییم یک اندازه شد بر دیگر ها سر دیگر ها فکر کنیم، یا همین مسئولیت های فردی و اجتماعی را بالای خود ما میره قبول کنیم و عمل انجام بدیم، مثل که شما گفتین در شعر مقبول که مسلمان زیاد است اما عمل ندارن و همیشه در حرف استاد هستن، در روز که امتحان می کلگی ناکام میمانند. برای اینکه این همی مشکل است. به این ارتباط یک سوال دیگام امیال در فکرم خطور کرد استاد. به این شب روز میبینیم که بسیاری مردم یک این نظر نو نیست، منتها زیادتر شنیده میشه. میگین درباره خدا مثلا موضوع کرونا را ما ارتباط میتیم، میگیم از جانب خدا یک بلای است و حکمت است در پشتر از این و رای حلش هم پیش خداوند است. امسال از این صحبت ها میشه. بسیاری میگن نه، ما خدا در قلب ماست و این خدایی که شما تعریف میکنید تو من از بلا خدا به این رقم نمیشه، ما در نمازش هم احتیاج نداریم، یا ما در قلب ماست خدای خدا می رقم عبادت میکنیم در قلب ماست، بارها ما برابر شدیم. در این باره شما نمیشه راید و چی بانه میرن استاد؟ بانه ها میرن مثلا بعضی کسایی که در این شب روز جفا کردن در قسمت اسلام، چی طالب است، چی داعش است، چی مثلا متعصبین است، نامای مختلف کشورها را میرن، پاکستان، عربستان، ایران، افغانستان و غیره، یک بانه میتراشن که بگن اونو امج اسلام است. در این باره شما چی فکر میکنین، چی توصیه دارین برای کسایی که این صحبت ها را میشنن امروز استاد محترم؟ بسیار سوال خوبی است جناب محمدی عزیز. ببینید، اونی که میگن خدا در قلب من است، مجموعه شعر طولانی دارم ولی یک بیتش براتون میگم. میگم اگر گویی که قلبت پاک باشد، سرت بر سجده و بر خاک باشد. قلب خیلی ها پاکه، ولی میگن مثلا یک روز یک مثالی من برای شما، یک روز با یک جوانی صحبت میکردم، گفتم بلند شو وقت نمازه. خب آقا نماز چی؟ نماز همینجوری که نشستی با خدا بخوان. گفتم شما نماز طریقه جدید داری؟ گفت بله آقا، این نماز لایه داره، چشاره ببند. گفتم آقا جان شما حضرت رسول قبول داری؟ گفت بله بله. گفتم حضرت رسول انقدر نماز میخواندن که همسرشون میگفت از پاهای مبارک های وقت قرمزی و خون میشه، ما چه جوری نماز رو یه دونه جدید اختراع کرد. متاسفانه ما زیاد داریم از این افراد، اونایی که ببینین دین همونجور که خداوند در قرآن میفرماید که به حبل خدا بگیرید و متفرق نشید،
چقدر خدا در قرآن میگه متفرق نشید؟ برای کی مده؟ یعنی باور کنید اصلا ما نباید به نظر من فرقه بشیم. حالا مذاهب بالاخره ما نمیخوایم، اساتید هستن، اسکالر هستن راجع به موضوع، ولی ما نمیخوایم. ولی اصلا قرآن نمونه ایه که حضرت رسول آمدن صلی الله علیه و سلم که این قرآن به من شما یاد بدن. وقتی هم که حضرت رسول بودن این قرآن به مسلمانان دوره خودشون یاد میدادن، فرقه ما نداشتیم. کسانی بودن یا کافر بودن مقابل حضرت رسول وایساده بودن یا جزء گروه حضرت رسول بودن. ما فرقه نداشتیم که اون بیاد فرد اینو، همه اینا یکی بودن. یعنی اونهایی که واقعا گرفتن خوشا به حالش، اون هم که نگرفتن، حالا شما به قول شما اسم میبرید که مثلا گروه هستن به اسم داعش. البته من شخصا این گروه کار قبول ندارم، چون اگر کسی مسلمان باشه این کارها رو انجام نمیده و ممکن اصلا این گروه مسلمان نباشه. ما نمیدونیم، ما تو میخواییم تو سیاست وارد بشیم، ولی اونهایی که ما میشناسیم الان مثلا فرض کنید، سوال خوبی بود چون الان محرم هم شد، یادی هم از امام حسین و یاراش بکنیم که واقعا در 1400 و اندی سال پیش برای احیای دین اسلام، برای اینکه جدش رو واقعا نظر دین از بین بره، شهامتی کردن، همشون هم شهید شدن و جاهشون هم در بهشت است. و ولی ما باید به قول معروف از حسین یاد بگیریم، عمل حسین یاد بگیریم، ولی نه اینکه مثلا بگیم حسین حسین کنیم ولی هر کاری هم دلم میخواد انجام بدیم. هیچ وقت امام حسین نگفت بیاین آقا شما نماز نخون، ولی بیا بگو حسین من تو رو میبخشم. همین چیزی ما وجود نداره. امام حسین به خاطر نماز، به خاطر روزه، به خاطر دین خدا خودش فدا کرد که اینها بار بر جا بمونه. حالا برای جواب شما، این نماز واقعا پایه دینه. این است که بزرگان راجع بهش شهامت ها نشوندن که دین از بینه. ولی اگه ما قرار باشه که بیام تقسیم کنیم که آقا تو نماز خونی اشکال نداره، اون خدایی که شما قبول داری و اون خدایی که ما میبینیم یکیست. یک مسئله هم برای شما تعریف کنم، وقت داره گرفته میشه. یک بار در تلویزیون صدای حق بودم، یک جوانی به من زنگ زد. خب واقعا چیزایی که شما راجع به خدا میگی همه داستانه. من تا چیزی رو به چشم خودم نبینم قبول نمیکنم. گفتم شما چند سالته؟ خب من 30 سالم. گفتم شما همه چی رو باید به چشم خودت ببینی. گفتم از کجا هستی؟ گفت من افغان هستم. گفتم شما فرض کنید پادشاه مثلا 100 سال پیش در افغانستان دیگه، گفت نه. گفتم خب این بوده یا نبوده؟ گفت من ندیدم ولی قبول ندارم. گفتم پدر مادر رو قبول دارم. گفتم پس شما اگر چیزی رو به چشم خودت نبینی قبول نمی‌کنی؟ گفت بله من اینجوریه. گفتم باش، حالا من خدا رو برای شما ثابت کنم. گفت اگه شما ثابت کنی باش، شما یه کاری من می‌کنم شما خدا رو ببینی الان. گفت چطور؟ گفتم کجا نشستی؟ گفت من در آشپزخانه دارم ساندویچ می‌خورم. گفتم ساندویچ رو بذار پایین یه دقیقه. گفت باش. گفتم که الان شما یه کاری می‌کنم خدا رو ببینی، آماده ای؟ گفت بله. گفتم شما دو تا انگشتتو بذار رو بینیت، بله، این دستتم دهنتو ببند، 60 ثانیه دستتو بر نداره. گفت عجب حرفی میزنید، خب من میمیرم. گفتم برای چی میمیری؟ گفت برای اینکه هوا داخل بدن من نمیشه. گفتم شما هوا رو میبینی مگه؟ ساکت شد. گفتم هوا رو میبینی مگه؟ کجا هوا؟ کجا میبینی شما هوا؟ گفتم خدا هم همینه برادر عزیز من، شما نمیبینی ولی خدا وجود داره. دیگه طرف به قول معروف نمیدونم قد کرد رفت یا نه، در هر صورت جالب بود. این مسائل هست. بله بله استاد محترم، ما یک چند لحظه دیگه هم هستیم با شما. اگر کدام پیام یا کدام اگر پیام شما پیامای شما اکثرا کد شعر زیباتر میشه اگر چیزی اجازه بدیم. جناب محمدی، من یه پیام کوتاه با شعرم بگم، ولی من واقعا دلم میخواست که شما برنامه‌تون پابرجا باشه، ما هم استفاده کنیم. تشکر از این که همه وقت برنامه رو دادین به برنامه بنده. ولی خب ما همه اصل و اساسمون بر این است که همم میگیم، چه افغان چه ایرانی چه اونهایی که فارسی زبانن، یک شعر سعدی رو همیشه میارن جلو. اونم چیه؟ بنی آدم اعضا یکدیگرن. شما در هر مجلسی که برید میبینید که این شعر خونده میشه. من یک نیم بیتی از سعدی قرض کردم با اجازه خودشون که بیام این موضوع رو بگم. من اینو میخونم بعد تشکر میکنم از شما و
خیلی لطف کردید که بنده رو امروز دعوت کردید و از شما و جناب ارشد ارشاد و همه عزیزانی که دستن در کاران تلویزیون ایمان هست. اسم شعر هست بنی آدم. میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند، صبورند نه آن که سراسیمه اند. چو عضوی به درد آورد روزگار، من و تو از آن مخمسه الفرار. متاسفانه تو که از مهنت دیگران بیغمی، بیاندیش به این شعر مکنون کمی. منی که خودم طالب دانشم، ز تو ای برادر بود خواهشم، که از جان و دل حرف حق گوش کن، بیا بغض و کینه فراموش کن. من و تو به برهان و عقل و دلیل، کنیم یکدیگر را چه خار و ذلیل. بیا آتش قهر خاموش کن، برادر ببوس و در آغوش کن. همه عضو اعضای یکدیگریم، بدان که ز یک خاک و یک گوهریم. بیا و تمسک به حبل خدا، بیا و تمسک به حبل خدا. نشو از مسلمان دیگر جدا، وگرنه که سلمان رشدی علم، زند آیه های چنانی قلم. در این غرب و این خطه و سرزمین، همه خصم و دشمن نشسته کمین. اگر اهل سنت، اگر شیعه ای، یک بار دیگه، اگر اهل سنت، اگر شیعه ای، نباید به قلبت و بکینی، که وحدت فقط چاره کار ما، وگرنه که گرگی کند پاره ما. اینم انشالله که البته میگم تمام مخاطبای این شعر خود بنده هستم، برای که بالاخره ما چیز بشیم. ولی در هر صورت من واقعا متاسفم گاهی اوقات که میبینیم عده‌ای به نام دین، متاسفانه. حالا اونا که به قول شما جناب محمدی دین ندارن، خب مسائلی رو، ولی اونایی که به عده‌ای دین چه مسائلی رو مطرح میکنن، واقعا مردم رو گیج کردن، مردم رو گمراه میکنن ناخودآگاه، برای که منبع درآمدی داشته باشن. واقعا باید وقتی که انسان چیزی رو میخواد، ببینه، به علمای خوب مراجعه کنه، به کسانی که یک چیزی یاد بگیرن. اگر هر روز انسان از فرداش، به نظر من از فرداش بهتر نباشه، اون روز انسان روز خوبی نبود. هر روز باید انسان از روز قبلش بهتر باشه. در صورت بنده رو معذور میدارید، وقت خیلی از شما گرفتم، در خدمت هستم اگر سوال خیلی هست، اگر نه که تشکر از شما دارم. بسیار خوشحال شدیم که شما رو با خود داشتیم امروز. باید کدام کسی هست که تلفن رو نمیگذاره؟ بله، از خدا. اگر سوالی دارن شما سوال هم میگیرید از بینندگان یا نه؟ سوال نبود، فقط یک کسی از طریق واتساپ زنگ میزد، در کمپیوتر ما وصل است. برسی رو دوستان محترم لذت بردیم، اما ما حساب کردیم، شما گفتیم 35 اثر دارنده جریان رخصتی ها، ما فقط 3 دانش شنیدیم، انشاءالله 32 دیگهش باقی برنامه های آینده، انشاءالله انتظارش هم میکشیم. و بسیار خوشحال شدم شما رو اول دیدیم، صحت سلامت، و انشاءالله که عموم انرژی و توانایی رو ما در شما دوباره باز میبینم بخیر. و ما آماده هستیم هر وقت شما برنامه هایتان آغاز میکنین، تلویزیون ایمان، به نیمی سادگی یک دو سه شما الحمدلله مجبورم نیستیم که از خانه حرکت کنیم دیگه. حالا امیدوار هستیم که شما آماده شدین، برای ما فقط یک احوال بدین، ما در خدمت هستیم. در این قسمت دیگه ما برنامه را فقط گفت و شنود بود، با شما بود استاد محترم، این برنامه رو مخصوص برای شما ما تهیه کرده بودم. خداوند یار و مددگار شما باشه، و اگر چیز گفتنی دیگه ندارین، ما همراه بیننده های برنامه گفت و شنود خداحافظی میکنم تا شما را تا برنامه آینده روز پنجشنبه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. و از استاد یک بار دیگر تشکر میکنم، تشریف آوردن، دعوت ما را لبیک گفتن، انشاءالله که همکار تلویزیون بودن هستن،
و وقت نا وقت سری به برنامه ما غریبان میزنن ان شاء الله. خداوند یار و مددگارتان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ. خداحافظ.